سلام خدمت همه دوستای خوبم. امروز ما اومدیم از صفحه کانون عکاسان ایران به گورستان ارامنه تهران که بهش بوراستان هم میگن. این گورستان یکی از گورستان‌های مرتبط با کلیسای حواری ارمنی هستش. 22 هکتار در شهر تهران سال 1974، شمسیش میشه 1353، ساختنش در حومه شهر تهران هستش، تقریبا میفته جنوب شرق تهران، جاده خیابان خاوران، بعد از خاورشهر کیلومتر 10 جاده خراسان. بوراستان تنها گورستان دایره ارامنه تو تهران هستش و یه چاپلی کوچیکم داره به اسم استپانوس مقدس. چاپلی در واقع یعنی کلیسای کوچک. خب آدمای معروفی هم اینجا دفن شدن، مشاهیر بزرگ ارمنی و ایرانی: کلارا آبکار، روگینی بغوسیان، ساموئل خاچیکیان، رایر خالاتیان، ایرن زازایانس، جانت دلازاریان، کارو لوکاس، امانوئل ملیک اسلانیان، واروژان، وارتان هوانسیان، آرمان حسبیان، گارنیک یادگاریان، لون هفتوان، سلماکووی موجیان، لوریک میناسیان. اینا مشاهیر بزرگ ارمنی هستن که اینجا دفن هستن. ما سر قبر یه سریشون، در واقع سر مزار یه سریشون رفتیم و فعلا داریم چرخ میزنیم که عکاسی بکنیم. 25 تا حدودا عکاس از کانون عکاسان ایران اومدن اینجا، مجوزهای لازم رو گرفتن که از اینجا عکاسی بکنن. این مکان خیلی آرامش بخشه، ولی خب نهایتا به اینجا باید گفت گورستان، ولی اون معماری و اون هنری که توش به کار برده شده یه مقدار این منطقه رو منطقه آرامش بخش تری کرده. یک سری سنگ های بزرگ به اشکال مختلف اینجا وجود داره، هر کسی به سلیقه خودش سنگ مزار عزیزاشو اینجا طراحی کرده. نه، به خاطر همین خیلی سوژه های مختلف هنری برای عکاسی اینجا به وجود اومده و پیش اومده و همین باعث میشه که عکاسا این منطقه رو به عنوان یه منطقه بکش برای عکاسی انتخاب بکنه. به نظر من اینجا یه مقدار راهش دور بود، ولی خب فکر میکنم که جای ارزشمندی باشه برای ماها که یه دستی تو عکاسی داریم و استفاده میکنیم. خیلی جالبه، این یه نکته جالبه که من الان شنیدم، این که اجازه دارن که از حضرت مریم رو به صورت مجسمه در بیارن. بعد خیلی سلیقه‌ای هر کسی برای خودش یه مدلی حضرت مریم رو ترسیم کرده. من حضرت مریم رو هم دیگه فرق میکنن، ولی خب نظم و انضباط خاص خودش رو داره اینجا، یعنی به صورتیه که شما یه هارمونی خاصی اینجا میبینید و این مجسمه ها و این اشکال مختلف رو شما به صورت متنوع اینجا پیدا میکنید جهت عکاسی. من برم به دوستام بپیوندم، به خاطر اینکه لیدرمون داره
ما رو ریف میکنه که بیشتر با داستان‌های منطقه آشنا بشیم. فعلا اونجا از بخش‌های خیلی مهمی تشکیل شده، اون به صورت قطعه هستش، قطعه‌های قدیمی داره که معماریشون فرق میکنه با قطعه‌های جدیدشون. بعد اون دوستان یه عادتی هم که دارن برای اینکه وقتی میان سر مزار عزیزانشون توی گلدون زغال میذارن و کندور میریزن روش که یه بوی خیلی خوبی میده و کلا فضای اینجا رو به یه مقدار روحانی تر میکنه. و در کل معماریش فوق‌العاده خوبه، من اینجا احساس آرامش میکنم با اینکه الان تنها هستم، یه جورایی اون آرامش رو دارم به خاطر اینکه فکر میکنم یه مقدار این قضیه تابع نوع معماری اینجا هستش. شما این سنگا رو که میبینی واقعا یه حالت یاد بوده خیلی جذابه، نیمکت هم داره برای اینکه وقتی میان سر مزار عزیزانشون سر پا نباشن که خسته بشن. البته این قطعه جزو قطعه های قدیمیه، معماریش هم فرق میکنه. اون قطعه های جدید هم حالا یه سری ویدیو گرفتم، ولی خود اون ویدیوهاشو یه بار دیگه اگه فرصت بشه میرم اونجا دوباره میگیرم که با این ویدیو مقایسهش بکنید ببینید چقدر با هم دیگه فرق میکنن. بعد تو دو تا چیز خیلی متفاوتن، فرم صلیبا توی هر قبری فرق میکنه و همینطور فرم حضرت مریمشون، یعنی هم صلیباشون هم حضرت مریمشون هم سنگ مزارشون همشون به صورت امضا. ببین کبوتر خوشگل پیدا کنم ازش عکس بگیرم تا دست نرفته. آخ برید متاسفانه. حالا برگردیم ببینیم. آره داشتم میگفتم که توی سه تا چیز خیلی متفاوتن، معماری سنگ، صلیب و مجسمه‌های حضرت مریم. عرض میکردم که فعلا توی قصه‌های قدیمیش هستیم و برمیگردم میرم یه سر به قصه‌های جدیدش میزنم. یه صلابت عجیب غریبی داره دیگه، یه مقدار چون که تلفیقش با گیاه ها اتفاق افتاده فکر میکنم که اینجا رو خوشگل‌تر کرد. من فکر بعید بدونم که یه قطعه مربوط به قطعه بچه ها داشته باشه، چون که واقعا آدم اونجوری قلبش به درد میاد مثل به یه ذره خودمون. اونم کلیسا هست اگه از اینجا معلوم باشه. حالا میریم قرار دو ساعت دیگه بریم اون کلیسا ها رو بریم، اگه اجازه بدن که فیلم بگیریم فیلم میگیریم، اگه اجازه ندن که کلن بیخیالش میشم. ولی مسئله اصلی اینه که اینجا رو فرصتش رو پیدا کردیم که عکاسی فیلم برداری بکنیم دیگه. میرم برمیگردم با قطعه جدید. فعلا همونطور که قبلا گفتم اینجا ورژن های مختلفی از حضرت مریم وجود داره. اینجا همونطور که میبینید خیلی خوشگل شکل در بردن مجسمه رو داخل آکواریوم هم گذاشتن. حالا همینجوری که دارم میرم جلو حضرت مریم رو توی شکل های مختلف داریم اینجا میبینیم دیگه. اینجا، اینجا. بعد خیلی جالبه نسبت به اون قطعه های قدیمی تر اینجا سنگاش سفیدتره، یه روشنایی ویژه و خاصتری داره. آره تمیزتره، البته شاید به خاطر اینه که درختاش اون انبوه گیاه هنوز اونجوری مثلا کاور نکردن روی سنگا رو. ولی آره کمتر تحت تاثیر آب و هوا. اینجا یه بالاخره یه دونه فارسی پیدا کنه، ویکتوریا ویکتوریا مادر عزیزم با تمام امیدها و آرزوها در اینجا به خواب ابدی فرو رفته، هنرپیشه معروف سالهای 1960 میلادی و بازیگر فیلم ماندگار و همیشه به یاد ماندنی سلطان قلب‌ها.
چه جالب. حالا من مبدم ببینم سلطان غرب ها ویکتوریا کدومشون بود. آها فکر کنم همون خانومه بود که فردین چیز کرد پیچوندتش برگشت رفت پیش با مامان لیلا فروهر. همونه، یه حسی به هم میگه همونه. حالا میگرنم پیداش میکنم. خب اینجا حضرت مریم رو تصویر دست نیم و در پشتش خود حضرت عیسی رو داریم، مجسمه حضرت عیسی. این خیلی متفاوت بود، اینو اصلا نمونهش رو هیچ جا ندیدیم. اول ما چه مجسمه حضرت عیسی اینجا هستش. آره بعد خیلی یه تفاوت دیگه هم که وجود داره اینجا اینه که معماری و هنرمندی و کار کردن روی سنگا خیلی با اون قطعه قبلی فرق میکنه. اونجا یه مقدار هارمونیش بیشتره، اینجا خیلی متفاوت تره با هم دیگه. یعنی انگار مثلا یه هنر مدرن نوظهوری مثلا تو این دههای آخر به وجود اومده که تونسته این شکاف رو ایجاد بکنه که شما فرقه بتونید یه فرق ویژه‌ای بین اون قطعه های قدیمی با قطعه های جدید احساس بکنید. این یه مطلب. مطلب بعدی هم این که پوشش گیاهی اونجا خیلی بیشتره، خیلی فرق میکنه. یه کبوتر خوشگل هم اینجا داریم. سیلویت شده تو این ویدیو خوش شد اینجا هست. قربونتون، مرسی. خلاصه که اینجا رو باید میگرفتم. حالا اگه اجازه بدن که داخل اون کلیسا هم بتونیم ویدیو بگیریم خیلی خوب میشه. نمیدونم، ولی اگه اجازه دادن حتما ویدیو خواهم گرفت. فعلا. سلام همگی، صحبتون بخیر. صحبت شما معلومه خیلی صحبتی بیدارتون کردم. ببخشید فقط خواستم یه مقدار نور بی کمتر ازتون کنم و گرمای ظهر چون واقعا بیشتر از ساعت 10 میتونه باشه، چون فوق العاده یعنی اختلاف دمای اینجا و اختلاف دمای تهران 5 6 درجه بالاتره و خیلی گرم میشه و فضای باز هم از اذیت هم خیلی شد. من سر برم سر هستم اتفاق قاعدتا ما سلسله برنامه داشتیم باتون با یک قومی در ارتباط امروز. این قوم ارامنه است، قومیت ارامنه خیلی مهمتر از دین مسیحیت که این قوم انتخاب کرده. قوم ارامنه یک قومی است که آمیخته شده بالای یه سری سنت ها و فرهنگ ها و برخیاشون حالا دین مسیحیت رو انتخاب کردن. پس یک ارمنی میتونه حالا هر دینی رو انتخاب کنه، اینو فراموش نکنی. یعنی یک ترکی که بتونه هر دینی رو انتخاب کنه، یک مثلا بلوچی که بتونه هر دینی رو انتخاب بکنه. پس ما با یک قوم ارمنی اینجا در ارتباطیم. این قوم یک جمعیت 11 میلیونی داره که اما این جمعیت 11 میلیونی الان پراکنده است تو تمام کشورهای دنیا. 3 میلیونش فقط تو ارمنستانه و بقیهش تو کشورهای دیگه است که بعد از خود ارمنستان تو آمریکا بیشترین جمعیت آماری رو دارن. این قوم تیپ محدوده جغرافی ارمنستان فعلی، ایران، ترکیه، عراق، کردستان و اینجاها یک قومیتی داشتن که از نظر جغرافی توی حوزه جغرافی زندگی می‌کردن. این قوم ارامنه که الان ما می‌خوام با هم در این آرامستانشون رو ببینیم. اینجا یک محوطه 22 هکتاریه که این محوطه 22 هکتاری سال 1353 ایجاد شده که اولین قطعه شما بریم بعد حالا با همتون میریم میبینیم بیشتر تو قسمت شرقی اینجا هستش و قبلا ارامنه حالا اگه بخوایم تقسیم بندی خیلی کلی بکنیم اولش خب کنار کلیساهاشون و کلونیهای محل زندگیشون دفن کردن، بعد آرامستان دولاب که الان هم همون تشریف بردیم اونجا بودن و سال 53 چون اونجا تو محدوده شهری بود به این اساسن که خارج از محدوده شهری باشه و کل آرامستان محدوده شهری رو اصلا مثل به سر جایی دیگه کلا همه رو حذف کردن و اینجا شد متعلق به جامعه حالا مسیحیان ارمنی فقط. حالا مسیحیان دیگه مثلا یه سری مسیح آشوری بردن تو سمت اسلام‌آباد یا ادیان دیگه که حالا بهشون میرسیم این انتها برای ادیان دیگه هم هستش که در بهش بیشتر گفتگو خواهیم کرد. قدم بزنیم بیشتر به عکاسی که مرسیم. من سعی میکنم مشاهیر خیلی اینجا مشاهیرشون یه سری مشاهیر ملی هن، یه سری مشاهیری که به قومیت ارمنی ارتباط دارن، یه سری مشاهیر هستن که خب یه مقدار بیشتر میتونیم دربارشون صحبت بکنیم. خب اولا میخوام اینو شروع کنم اول که بعد اصلا سرد نشه. خب مجبور کنم اول که بعد سرد نشه.
قومی صحبت بکنم که نگاهتون یه مقدار میخوام عوض بشه. الان آقای گرگن پیچیکیان یک معمار معروف جامعه ارمنی اینجا دفن شده. این آقای گرگن پیچیکیان اول به عنوان کارمند مجموعه بانک ملی شروع میکنه کار کردن، به عنوان یک معمار بیمارستان بانک ملی رو اگه مراجعه کرده باشین توسط ایشون بنا شده. چقدر فاصله اجتماعی خیلی خسته هستی باید بیه جلو. خانم نجات نوروز نیست ولی هستم. من هستم، من دارم شاید نور آفتابشو کم کنیم. یک دو سه برا دستشون درده کن آقای عدید. آقای عدیب پرتوان چرا از عدیب انقدر داری دفاع میکنی آخه؟ چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟ یه استوری میذارم مثلا دوست عدیبی که خیلی کیف کردم. این داستانه ایشو داستان جالبیه زندگیش، حیفم میاد دورش صحبت نکنم. ایشون اصلا کلا ایرانی ها میرن زیاد ارمنستان. ایشون یه سفر میره ارمنستان و دقیقا تو همون زمانی میره که ارمنستان زیر مجموعه کشور روسیه بزرگ شوهر بزرگ بوده و یه دفعه از هم میپاچه و ایشون پاسپورتش هم گم میکنه. سر پاسپورت گم کردن خب بهش میگن حالا تو باید بری مسکو مثلا پاسپورت بگیری، حالا خلاصه هی بره تا اینجا مثلا بتونه اصلا از کشور ارمنستان خارج بشه بره مسکو. خیلی داستانهای چلی داشته. بعد موضوع اینه که هم وقتی پاسپورتش میشه همه چیزش هم ازش میدوزن توی مسکو، یه کارتون خواب میشه و نزدیک به حدود 7-8 سال مثلا با همین زندگی کارتون خوابی زندگی رو ادامه میده. بعد یه سری دوست پیدا میکنه کنار خیابون، بعد همونجا شروع میکنه درس خوندن تو دانشگاه تا بتونه، یعنی پروسه گرفتن مدارکش رو به عنوان یک شهروند بتونه برگرده نزدیک بوده 7 سال طول میکشه و بعدم میره کانادا و بعدم که اومد ایران که خودگی درباره ایشون میگه بیشتر میدونه درباره ایران که حالا تو فیلماش که ساخته شده. من یه توضیح بدم خدمت اینجا بعد من از حضورتون مخصوصا حتی خودم پرسه میذارم اگه دوست داشتین با هم دیگه بین، چون من فکر کنم که فرصت بذارم واسه عکاسی. ببینید این قطعه جدیده، توصیه میکنم چون قسمت اونور نرین چون اینها دوستان و کرونایی رو جدا نکردن. البته خب زیاد تاثیری هم نداره، همون من دیگه زندگی میکنی اصلا پس کرونا نداری بغل کروناه. خب و این سنگ مرزان ها شاید اینجا واسه تون جذاب باشه مقدار، اما بهتون توصیه میکنم اینکه خط سیر رو ادامه بدید تا انتها تشریف ببرید. انتها سنگ مزارهای متفاوت تری داره. اگه موضوعتون موضوع مثلا عکس روی قاب افراد هستش، عکس قدیمی رو که میخوام ببینید زل جنوبی برید اونجا تشریف ببرید. بزرگای دیگه اینجا دفن شدن مثل ساموئل خاکیچیان، من خانم آلشتریان که یا مثل خانم ایرن که مثلا بوده یا آقای خیلی اسمایی بزرگ دیگه هستن. من دارم قدم میزنم اونا رو میریم میبینیم. اگه دوست داشته من همراه بشه، اگه دوست داریم که عکاسی بکنیم. سر ساعت 10 یک مادور هست یا یک کلیسا، ما کلیسا رو میخواییم بازش بکنیم. سر ساعت 10 من جلوی کلیسا منتظرتون. حالا هر کی نمیدونم این سنگ قبرش اینجوری درست کرد. خب اینجا میگم هر کس هر جور، شما انقدر سنگ قبرهای متفاوت الان اینجا میبینید، مثلا سنگ قبر میبینید شبیه هواپیما، سنگ قبر میبینید شبیه خب همینطور که میبینید اینجا یه مقبره احتمالا خلبان بوده که جونش رو توی سقوط هواپیما از دست داده. بعد خیلی جالب بود که گفتم که این تصویر رو بگیرم. این واقعا طرحی که از این مقبره برای نشون دادن این وضعیتی که این بند خدا توش فوت کرده خیلی جالب بود دیگه. مایی که به سکو خورده سال 2002 هم فوت کرده متاسفانه. ایشونم بودن و خیلی جالبه که توی طراحی این مقبره
اثر رو طوری به تصویر کشیدن که گویای شرایط و وضعیتی بوده که این بنده خدا در اون شرایط فوت کرد. امیدوارم روشون در آرامش بشه. خب اینجا لیدرمون قراره که یه توضیحاتی راجع به این قسمت بده که از این بابت خیلی خوشحالم چون چیزی از اینجا دستگیر هم نشده بود. و این ویدیو صافتون که این عمود عمود چیزی میتونه ساعت خورشیدی باشه؟ آیا از این شما نظر تو دوره این المان چیز یاد ما؟ نمیدونم واقعا. بقیه دوستان به من بگم خانم شما اینو چی میبینی؟ هرم اون یه اتفاق رو افتاد ما به توپولوف که داستان توپولوف همه که در زمین فراوون بود یکی از توپولوف هایی که داشتیم رفت ارمنستان که توش سفیر گردستان که توش کلی نماینده مجلس ارامنه بود دو تا وزیر خود کشور ارمنستان بودن و خیلی کسای دیگه تو غزمین خورد زمین؟ دقیق اونا آقای اخلاقی بود و خاطر همینم بهشون اول من گفتم که بگیر لایفشون بشون که صحبت ما هم داشتیم. این توپولوف داستان جذاب دیگه یه هم داشت. ما تیم ملی نوجوانان جدو ایران بل. توی این هواپیما بودن و به هواپیما سقوط کرد گفتن همه شون مردن. یه دفعه رو تلکسه خبری بعد از دو روز یه خبر اومد که آقا یه دونه از اینا زنده است تیم ملی نوجوانان. رفتن نکنه با من راست میگه عکسشو فلوس بعد فراری بود من راست میگه زنده است همه خبرنگارا و اصلا جهان که چجوری یه نفر زنده بود. بعد رفتم باشه که یه فراری هم بود تا مصاحبه نکنه. بعد یه خبر دوم که نفر دوم هم از تیم ملی نوجوانان زنده است. بعد بازم من گفتم گذشت مثلا همه این اتفاقی که میگم تو روز متوالی سه متوالی اتفاق افتاد. نه نفر سوم هم زنده است. و متوجه شدن که اصلا تیم ملی نوجوانان مثلا همه نوجوانانی که معلومه اول که داخل سرویسی باشن اصلا نمیتونستن برن. بعد به خاطر اینکه سفر خارجی بود یه سری سفرشون رو فروختن. یعنی یکی از این نفرها تیم نوجوان سفرش رو اردوش رو فروخته بود که یک نفر دیگه به جاش بره. بعد یک دوتای دیگه هم به خاطر اینکه اصلا سر سنی داشتن و هنوز توی شانسانشون نتونسته بودن درست کنن دولت بهشون اجازه خروج نداده بود و اومده بودن اصلا برادرها و خواهرها مثلا کسای دیگه رو فرستاده بودن به جای خودشون. و این یه داستانی شد که جدای ما برای اولین بار داستانی بود که اصلا از مسابقات محروم شد و بعدش هم که ما داستان و این داستان جزا بود و این کشه شدگان حادثه که این هواپیمایی که فیلمش از توی یه هواپیمایی دیگه هم که داشتی سوشگیری میکرده هواپیمایی که داشتی یه چیه از اون مردم که هواپیمایی من ندیدم این همین نزدیک قصدی افتاد بعد بعد همون حالا منتسب بوده کسی تاییدش نکرده این اون اونه. منم دیدم اون ویدیو رو گفتن که یعنی افکار عمومی گفتن اونه ولی خب خود کشوری تاییدش نکرد. خب آقا لایفور خوب شو مرسی عالی استاد کوروش یزدانی بزرگ فکر میکنه خودش فقط کپچر میکنه. وقتی شما کپچر میکنی ما هم داریم کپچرت میکنیم. جامعه ارمنه مالی باشید که
جنگ ناخواسته و جنگ اجباری و تحمیلی 8 سال دونش رو از این ترجمه کردن خیلی مچاله شده بقل آقای از این نمیبیندش. آره جونشون رو از دست دادن. من هر اون که میگم در هر صورت میگم این افراد قابل احترام هست و من همیشه میگم این بار برای اولین بار بود من گل نیاوردم. من همیشه هم آلیسون و واروشان و همین افراد رو همیشه گل میذاشتم. این بار چون من دیشب سفر بودم نتونستم برم. در هر صورت قابل احترام هست و یک یادمانی همینجا هست. انشالله اگه دوست داشتین یک یاد مشترک کنار این افراد که واسه وطن ما جونشون از دست دادن با همدیگه بگیریم. در هر صورت حالا واژه شهید رو حتی خانواده شهیدش فرق نمی‌کنه. حالا که مسلمان باشن که غیر مسلمان باشن ما یه نگاه بدی بهشون پیدا کردیم. همیشه میگیم دارن از سهمیه استفاده میکنن جون سهمیه نداره و قابل احترام مثلا کسی که جونش واسه وطن از دست بده اینو فراموش نکنید. چه 2006 پس شهید شده؟ جانباز بودم و بعدم شهید شدم. آه فکرم 2006 هم جنگ بوده. آره بریم یادمانه جالبه. یادمانه شهدای ارامن است. اینو دیم که تا به شهید هایی که دیگه از آبان ها ما تو آشون نمیدیم.